نزیوم یکی از هفت ماده معدنی اصلیه که برای عملکرد درست بدن به شدت ضروری هست. نه تنها ضروری بلکه بدن به میزان زیادی به این ماده نیاز داره. در این قسمت با من باشید تا بیشتر با خواست این ماده معدنی مهم و انواع مکملهاش آشنا بشید. تو بازار ایران چی پیدا میشه؟ آیا کمبودش رو دارید؟ چقدر مصرف کنید؟ و خیلی نکات دیگه. درود به همگی به کلاس 101 خوش اومدید. فرشید جریان هستم، یه مشاور منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه، ورزش پیش پیشرفت. امروز میخوام راجبه منیزیوم منیزیم صحبت کنم. باید بدونید که میشه ساعت‌ها ها به منیزیم صحبت کرد. قاعدتا نمیخوام چند ساعت وقتتون رو بگیرم، پس خیلی خلاصه میکنم خواصش رو. یکی از مهمترین خواص منیزیم بهبود عملکرد عضلات هست. مصرف به اندازش باعث میشه عضلات بدن دچار گرفتگی نشن مورد بعد به همین خاصیت مرتبط هست یعنی بهبود عملکرد قلب قلب هم یه عضله است دیگه افرادی که بلافاصله بعد بل از حمله قلبی منیزیم دریافت میکنن خطر مرگ و میره خیلی خیلی کمتری دارن چرا که ریتم قلب رو منظم میکنه خاصیت بعدی که باز از همین میاد کنترل فشار خون بالا هست شاید بدونید اگر نمیدونید باید بدونید که دور تمام عروق ازولاتی هست که میتونه عروق رو باز یا بسته بکنه تا در نهایت فشار خون رو کم یا زیاد بکنه اون باعث بهبود عملکرد این ازولات هم میشه در نهایت بهبود کنترل فشار خون نمونه دیگه این دست مشکلات سردردهای میگرنی هستند که میتونه خیلی عذاب آور باشه مصرف 400 تا 600 میلی گرم در روز برای این مشکلات توصیه میشه. جلوتر که بریم بهتون میگم که دقیقا چطوری این میزان رو برای خودتون در بیارید. یه دسته دیگه خواص منیزیم برمیگرده به کنترل استرس بدن. این ماده معدنی مثل فشنگ میمونه که بدن توی مقابله با استرس هی استفاده میکنه. پس برای افرادی که استرس زیادی دارن یا کلا مشکلاتی که از استرس زیاد نشت میگیره میتونه فوق مفید باشه نمونهش میشه سندروم پیش از قاعدگی در خانم ها همینطور استراب مزمن استراب هم که خب درمان نشه بعدش افسردگی حالا که فهمیدیم منیازیوم خوبه از کجا گیر بیاریم خب یه سری منابع طبیعی هست که قاعدتا بد نیست اول در سبد غذاییمون جا بدیم بعد ببینیم در چه وضعیتی هستیم یکی از بهترین منابع طبیعی منیازیوم یه چیزی مثل تخم کدو هست به شخص خودم توی سالات خیلی دوست دارم اما فقط تخمش نه روغنش که یه چیز فوقلاده صنعتی و مزر هست مورد بعد عموم مقص ها مثل پسته، بادام ها بعدی مثل ماهی تون توی اسفناج، آوکادو و شکلات تلخ هم میتونید پیدا بکنید تلخ یعنی تلخ ترجیحاً برید سراغ 90 درصد به بالا موز و لوبیا قرمز هم منابع خوبی هستند از طرفی بعد نیست قسمت 53 رو هم ببینید گوشه ذهنتون باشه که برخی از این منابع میتونه برای شما نه تنها مناسب نباشه بلکه در آخر مزر هم باشه پس برید بر اساس بدن خودتون انتخاب بکنید در آخر نمک رو هم اضافه کنم نمک معمولی نه چرا که منیزیوم خاصی نداره اما نمک تصفیه نشده یه چیزی مثل نمک هیمالیا ترکیب خوبی از منیزیوم، پوتاسیوم، کلسیوم و آهن داره که اگر جایگزین نمک معمولی بکنید میتونه خیلی مفید باشه حالا بعد از یه مدت رعایت کردن در خورد و خوراک میتونید یه آزمایش بدید و ببینید که منیزیوم بدنتون در چه سطحی هست آزمایش ادرار و آزمایش خون میشه داد اگر کم بود خب بیاین سراغ مکمل اگر آزمایش ندارید روی علائم کمبود منیزیم تمرکز بکنید که ببینید بهتر میشن یا نه نمونش خستگی مفرد گرفتگی عضلات حالت تعو بیهسی دست و پاها و در حالت کمبود شدید حتی قلق بد اگر این شرایط بهتر شد اما هنوز ادامه داشت یعنی با مقداری موز و مغز خوردن منیزیم بعضیش بهتر شده اما هنوز کمه باید رفت سراغ مکمل تقریبا تمام ویتامین ها و مکمل ها یک مدل نیستند روی بسته بندی رو نگاه نکنید زده منیزیم بالای ده مدل منیزیم وجود داره و عمومشون خوب نیستند خیلی وقتا مدل های سنتی که در بازار پیدا میشه اکثرا نسخه مصنوعی ارزون و بیکیفیت هستند اینه که مهمه بدونیم این چیزی که داریم میگیریم داریم میخریم دقیقا چه نوع منیزیمی است اینجا قراره با انواع یوم آشنا بشید و بر اساس نیازتون مدل درست رو انتخاب کنید اینو بگم که اصلا برند خاصی رو پیشنهاد نمیکنم هدف اینه که بهتون یاد بدم خوب و بدش چیه خودتون برید لیبل ها رو بخونید و در آخر بر اساس نیازتون و چیزی که در دسترستون هست انتخاب بکنید اول بریم سراغ خوب ها ولی قبلش یه نکته تقریبا تمام منیجیوم هایی که در ادامه خدمتتون میگم برای یوبوست خوبن الا دو مدل که خاصیت ملینی ندارن اون دو مدل رو بهتون میگم بقیه رو بدونید که دارن بریم سراغ لیستمون اولین و در دسترس ترین نوع منیازیوم منیازیوم سیترات هست برای گرفتگی ازولات و سردرد خیلی خوبه درصد جذب خوبی هم داره یه مدل از این بهتر میشه منیزیوم گلایسینیت که ترکیب با آمینو اسید گلایسینیت هست بازم کمک به عملکرد عضلات میکنه به علاوه اینکه برای استرس و خواب بهتر هم خیلی خوبه ضد التهاب در بدن هست برای کنترل قند خون خیلی موثر هست درصد جذب خیلی خوبی هم داره و یکی از اون دو موردی هست که گفتم خاصیت ملینی ندارند مورد بعد منیزیم ترو نیت هست این مدل برای عملکرد مغزی خیلی خوبه جلوگیری از آلزایمر و بهبود حافظه متاسفانه اما خیلی گرونه و در دسترس نیست مورد بعدی منیازیوم اوروتیت برای عملکرد عضلات فوق العاده خوب هست زیادی خوب انقدری که با توجه به قیمت بالاش فقط به درد ورزشکاران حرفه‌ای میخوره حرفه ای هم منظور افرادی که چهار الا هشت ساعت در روز در حال تمرین هستند و احتمال خیلی زیاد اصلا این ویدیو رو نگاه نمی کنن. مورد بعد مدل توریت هست این هم جزء خوب هاست برای تنظیم قند خون خیلی خوبه و همینطور سطح فشار خون بر همین اساس برای عملکرد مغز هم خیلی خوبه و همینطور برای افرادی که استرس زیادی دارن یا دچار افسردگی مزمن هستن هم میتونه مفید باشه مورد بعد هم منیژیوم ملیت هست این یکی برای خستگی مزمن خیلی خوبه و جز اون مدلهایی هست که گفتم خاصیت ملینی نداره در آخر بریم سراغ بدها این مدل هایی که در ادامه لیست میکنم همگی درصد جذب خیلی پایینی دارند و عموم مواقع باعث التحاب در سیستم گوارش میشن زررشون بیشتر از سودشون هست سولفات کربنات اکسید و هیدروکسیر منیازیوم همگی نوع بدی هستند که ترجیحاً نگیرید یه مواردی همین این هستن که نیاوردم اگر پیدا کردید خوب خوبها رو بخرید اگر نه اون مواردی که اسم نیاوردم هم نه بدن نخوبن یه نکته یه مدل منیازیوم هست به اسم مارین مگنیزیوم یعنی منیزیوم دریایی که در اصل اسم تجاری هست یعنی منیزیومی که حداقل سی درصدش از منابع دریایی میاد اما این خودش مدل منیزیوم نیست فقط حکم تبلیغات داره باز باید چک کنید که نوع منیزیومش چی هست البته من هر چی نگاه کردم همگی منیزیوم هیدروکسید بودن که جزء بدها هست و توصیه نمیکنم معمولا بنی بد رو میان اینطوری اسم دریایی روش میزنن که بفروشن وگرنه گرنه از خوبا خیلی درشت مدلش نوشته میشه همه میدونن چیه خب چه مدل منیازیوم تو ایران پیدا کردم عکس گرفتم و میخوام بهتون نشون بدم که چیز خوب پیدا نکردم ولی خب میخوام بهتون نشون بدم که چی به چیه که حداقل بتونید ببینید حالا اگر خارج از کشور هستین که خب دستتون خیلی بازه تنوع خیلی زیاده و به خاطر حالا نمیدونم قانونه به خاطر چیه که همه می نویسن یعنی همه نمیشه گفت ولی خب اون مواقع می نویسن که دقیقا چه نوع منیزیومی هست و شما خیلی راحت میتونید انتخاب بکنید اما چیزایی که من تو ایران پیدا کردم متاسفانه اینجور نبودن این یه مدل هست البته یه شرکتی که دو مدل ازش پیدا کردم یکیش اینه که خب حالا روش که هیچی ننوشته ولی پشتش بازم هیچی ننوشته به خاطر اینکه ننوشته دقیقا چه نوع منیزیومی حالا اینجا که همش تعریف کرده از منیزیوم ولی وقتی اینجا مثلا با دقت نگاه میکنیم البته این ترکیبی ترکیب خوبی هم هست یه چند مدل ویتامین ب داره اینش خیلی خوبه اما نگفته چجور منیزیومیه حالا خوبیش اینه که یه سری اطلاعات تماس دارن اگر میتونید تماس بگیرید مطمئن بشید سوال بپرسید از جایی که میخواین بخرید بپرسید مطمئن بشید حالا شاید مثلا داخلش رو باز بکنیم اون بروشورش مثلا توضیحات بیشتری داشته باشه و بگه چه معنی از جیامیه هرچند بعید میدونم اگر میخواستن بگن حتما روی بسته بندی می نوشتن. ولی خب این ننوشته و این بدش میکنه ترکیبش خوبه اما چون ننوشته من خودم به شخصه نمیخرم مدل بعدی اینه که حالا باز اینجا خوب خوبیش اینه که باز فارسی نوشته بعد جالبه که بعضی محصولات تو بازار ایران یه جوری روش کاملا انگلیسیه که اگر شما پشتش رو نگاه نکنید فکر میکنیم این محصول مثلا از خارج اومده یعنی کاملا وارداتیه ولی نه کاملا با گلوم مال داخل به حساب میاد بازار داخل به حساب میاد این ور، خب نوشته همه چی شد این خوبیش اینه که نوشته خوبیش اینه که چیه معنی از یومه از یوم اکسیده اکسید معنی از یوم درست که خب میدونیم خوب نیست بر اساس اینکه میدونیم این خوب نیست نه خرید این از این این باز همون شکلت است که مدل اولی که بتونه شون دادم ولی خب این هم باز حالا باز روش میبینید کاملا انگلیسی و کل انگلیسی یک کلمه فارسی هم توش نیست ولی پشتش حالا توضیحات گذاشته بازم ولی ننوشته که چه جور معنی از یومیه این این باز من من خریدار اینو به حساب عدم صداقت میذارم حقیقتا که خب خوب نیست اگر شما این تولید کننده این محصول هستید و میبینید این ویدیو رو بیاید روش بنویسید چه جور معنی از هست در آخر مدلش رو بنویسید یه نفر میخواد میخره یه نفر نمیخواد نمیخره ولی خب شما صداقتتون رو نشون دادید این از این خب اینم باشه نمیخرم اینم مدل بعدیه از همون مدلایی که بهتون گفتم میزن مارین یعنی منیجیوم دریایی که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا اینکه چیز خاصی باشه برای بازم روش هیچ چیزی ننوشته که دقیقا چیه ولی خب میریم بغلش رو نگاه میکنیم اینجا هم باز ننوشته حالا باز ترکیبش خوبه اینو بگم ترکیبش خوبه انصافا ویتامین های ب دش ویتامین کا دوش هم خوبه دو تا هفت جالبه اینش خوبه اما باز ننوشته چه جور از وقتی اینجوری نمی مدل معنی از رو گفتم من من دیفالت پیش فرض میذارم که این هیدروکسید منیزیم هست چرا که اگر منیزیم مارین سرچ بکنید میبینید که عموم مواقع هیدروکسید منیزیم ولی خب حالا منبعش دریاییه ولی مدلش هیدروکسید منیزیم که خوب نیست حالا پشتشم باز توضیحات بیشتری داره اما نگفتن مدل منیزیومش یه یه مدل اینجا نوشتن ولی این other ingredients یعنی بقیه مواد حالا فارسی هم داره نه جالبه که تو قسمت فارسیش نداره ولی این منیزیوم اصلی نیست حالا این هم از اون منیزیوم که نه خوبه نه بده یه چیزایی اون وسط هاست ولی خب یه من این مدل منیزوم ارزونیه که توی تولید صابون بیشتر استفاده میشه تا مکمل آره ننوشتن که این اصل منیزیومش بیشتر منیزیومش از چیه این کار رو خراب میکنه و باعث یه جورایی به چشم من عدم صداقت میاد راجع به مکمل های خارجی خیلی صحبت نمی به خاطر اینکه تنوع فوق العاده زیاده و میگم شما خیلی راحت میتونید دقیقا اون چیزی که میخواین رو پیدا بکنید چون وقتی میخواین منیزیم خوبی بگیرین با افتخار روش میزنن مدلش رو نمیان حالا قایمش بکنن روش نزنن یا خیلی ریز بنویسنش بد بنویسنش نه با افتخار خیلی درشت میزنن که این مدل معنی قبر ما داریم میفروشیم البته اینم اضافه بکنم که با اینکه میگم اینا خوب نیستن اما اگر چیز دیگه ای در اساستون نیست بگیرید امتحان بکنید ولی سعی کنید به بدن خودتون آگاه باشین که من اینو دارم میخورم چه اتفاقی میفته آیا تاثیر مثبتی میذاره آیا آم... سیستم گوارش من رو به هم میریزه اگر به هم ریخت خب یعنی اینکه واقعا چیز خوبی نیست اگر نه به هم نریخت یعنی شما رو داره اذیت نمیکنه خب آم... کارتون هم داره را میندازه خب چه بهتر بگیرید دیگه جا داره یه چیزی این وسط اضافه کنم من زمان زیادی رو برای تحقیق و درست کردن این قسمت ها میذارم با لایک کامنت و به اشتراک گذاری کمک بزرگی به من میکنید اگر به این محتوا گوش میکنید میتونید با دادن 5 ستاره امتیاز در اپل پادکست و اسپاتیفای از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید پیشاپیش ممنونم برگردیم به موضوع اصلی حالا به چه میزان مصرف کنیم خب اگر آزمایش بدید و با, با پزشک مشورت کنید که خیلی کارتون راحت هست و خیلی شیک دستتون میاد که چقدر باید مصرف کنید اگر نه از دوزهای پایینی مثل 200 تا 400 میلی گرم شروع بکنید یک هفته ادامه بدید بعد هفته دوم بیشترش بکنید یک کوچولو دوباره یک هفته ادامه بدید همینطوری میتونید ادامه بدید تا به مرحله اسهال برسید روش شیکی نیست گفتم که روش اول با آزمایش شیک است خلاصه وقتی اسهال شدید یعنی بیش از حد مصرف شده یه مقدار از دوست کم بکنید یک هفته پیش برید ببینید چی میشه خوب بود ادامه بدید زیاد بود همچنان کم کنید سخفی هم در نظر بگیرید که مصرف بیش از حد میتونه خطرناک باشه این سخف معادل 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هست در روز برای مثال اگر 50 کیلو هستید میشه 500 میلی گرم در روز از اینجا به بعد دیگه ریسک کار برای شخص شما بالا میره توصیه میکنم بدون مشورت با پزشک این مز رو رد نکنید انتظار معجزه یک شبه هم نداشته باشید یکی دو هفته پیش برید با همون دوز مناسب بعد ببینید حالتون چطوری میشه حالا کی مصرف کنیم خب خیلی فرقی نمیکنه در آخر فست رو خراب نمیکنه مادامی که مکمل فقط منیزیم باشه و ترکیبی از چیزهای دیگه نباشه با چی مصرف کنیم هم سوال خوبیه از اونجایی که جذب منیزیم هم خیلی مهمه ویتامینی مثل b خیلی کمک میکنه به جذبش پس فکر بدی نیست که اگر یه به کمپلکس هم باش بنزید بالا چند نکته مهم راجع به جذب و اون اینکه بد نیست بتونید شما هر چقدر هم منیزیم مصرف کنید اگر که سیستم گوارش خوب کار نکنه در آخر جذب نمیشه نمونه این خوب کار نکردن ضعیف بودن اسید میده است اگر داروهای ضد اسید معده میخورید در جریان باشید که باید حجم خیلی بیشتری منیزیم مصرف کنید چرا که مقدار زیادیش اصلا جذب نشده و فقط دفع میشه هر سن بیشتر باشه جذب منیزیم هم کمتر و کمتر میشه احتمالا به همون علت ضعیف شدن سیستم گوارش همین داستان برای افرادی که دچار کرون روده بزرگ یا سیلیاک هستند سرد میکنه چرا که باز سیستم گوارش ضعیفی دارند. اگر دیابت دارید احتمالا خب زیادی ادرار میکنید پس آب بدن هی کم میشه هم راه باهاش هم منیزیم دفع میشه پس باید بیشتر مصرف بکنید مصرف زیاد الکل هم باعث عدم جذب منیزیم میشه اینه که روز بعد اون هنگوور یا سردرد شدید ایجاد میشه و بعدا دردی که میتونه تا چند روز ادامه داشته باشه در بلند مدت با مصرف بیش از حد الکل دیگه درصد جذبش کمتر و کمتر میشه حتی اگر الکل نخورده باشید خلاصه کنم این قسمت رو با اینکه کلی راجع به یک نوع مکمل صحبت کردم در آخر نیازی نیست بترسید و سریع برید سراغ خرید مکمل سعی کنید روی غذای کامل و سالم خوردن تمرکز بکنید اینطوری فقط مشکل کم بوده منیزیم رو حل نکردید کم بوده مکمل های دیگر رو هم رفع کردید این داستان تنوع در مدل مکمل ها برای تقریبا همه چیز سر میکنه اگر براتون جالب هست کامنت بذارید که سری بعد برم سراغ چه مکملی خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید اگر مطلبی یاد گرفتید لایک و سابسکرایب کنید اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید اگر مفید بود با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید اگر دیگه خیلی حال کردید میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید پیشا پیش ممنونم و شمایی که به صورت پادکست این محتوا گوش میکنید به کانال یوتیوب هم سری بزنید یه سری قسمت ها فقط اونجا آپلود میشه در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد